سلام دوستان، دفعه قبل این شکل رو به دست آوردیم که شکل طبقه فرایندی در مدل PCF APQC هستش و همینطور برسرش یک بکگراند درست کردیم که بتونیم از این به بعد نمودارهای خودمون رو توسط این بکگراند تهیه کنیم. همونطور که میدونید مدل طبقه بندی فرایندهای APQC لول بعد از کتگوری اون پروسس گروپ هستش که اگه داکیومنت مخصوص به اون رو باز کنیم شرح کاملی از اون داده شده. به طور مثال اگه من طبقه فرآیندی بازاری و فروش محصولات و خدمات رو داکیومنتش رو پیدا کنم و باز کنم، این داکیومنت به طور کامل این طبقه فرآیندی رو توضیح داده و اگه پایین تر بیام به ازای هر گروه فرآیندی یک توضیح آورده، بعد کی پرفورمنس ایندیکیتور اونا رو واسه من گفته. خب تو این لول من میخوام ابتدا این گروه فرایندیه که توی طبقه فرایندی بازاریابی و فروش وجود داره رو نشون بدم و شاخص های استراتژیکی که به ازای طبقه فرایندی بازاریابی و فروش هست رو نموداراش مثل یک داشبورد مانند نشون بدم. خب تو این جلسه ما میخوایم به این شکل برسیم. خب این شکلی که میبینین سطح بعدی یا گروه های فرایندی هستش که توی سلز و مارکتینگ وجود داره که این طبقه فرایندی در حقیقت 5 گروه فرایندی داره. همچنین تو پایینش میخوام یک داشبوردی رو هرچند ساده قرار بدم که نشون بده سلز و مارکتینگ در حقیقت در چه وضعیتی قرار داره و از کجا به کجا رسیده. این شاخص ها رو البته دقیق نیستم و خب برای نمونه من اینجا قرار دادم. خیلی از داشبورد های قشنگ تر و همچنین شاخص های بهتری رو میشه واسه این طبقه فرآیندی در نظر گرفت. فقط یادتون باشه که این شاخص ها شاخص های استراتژیک هستن و مربوط به بازاری به فروش هست. خب برای تهیه این نمودار ما به ویزیو خودمون میریم، یه پیج ایجاد میکنیم. برای این کار که شکل رو به دست بیاریم، من ببندم. خب ابتدا یه 5 مستطیل لازم داریم که یه چنین ویژگی داشته باشه. خب کار راحتی، قبلا هم انجام دادیم. 5 مستطیل میاریم، فرمتش رو درست میکنیم، رنگ بندیش رو مربع آوردم. خب اندازش به نظر میاد مناسب همین اندازه، فقط کافی رنگ بندی ها رو تغییر بدیم. رنگ نارنجی رو واسش انتخاب کردیم، نارنجی پررنگ. بعد اومدیم بهش افکت دادیم، ایبل کردیم. بعد کدوم نوع هستش؟ خب ایبل اینم. فکر میکنم این مناسب باشه. مستطیلمون رو عریض‌تر و از ارتفاع کوچکتر بکنیم. خب در مرحله بعدی بوردر که وجود داره و کافیه فقط 5 از اون بسازیم. خب برای این کار من اول چون فارسی میخوام بنویسم فارسیش میکنم، بعد 5 از این کپی میکنم. سعی میکنم فاصله ها همینجا مناسب باشه. مقدار کوچیکترشون میکنم. خب مناسب شد. حالا متن رو دونه دونه اضافه میکنیم. من درک بازارها، درک بازارها، مشتریان و توانایی. نازنین و بولدش میکنیم، رنگش آبی پر رنگ میکنیم، مقدار بزرگتر میکنیم. خب همین فرمت ها از طریق فرمت پینتر به بقیه هم انتقال میدیم.
متنا رو بعدا میتونیم اضافه کنیم که در آخر متنا به دست بیاد. شما خودتون خب وقتی که متنا اضافه شد، در مرحله بعدی قرار دادن نام پیج هم هستش، همونطور که میدونین بازاری و فروش محصولات و خدمات. خب تو این پیج هم مینویسیم بازار یابی و فروش بازاریابی و فروش محصولات و خدمات. خب فقط یه مقدار چون بزرگتر میشه، من با فروش محصولات و خدماتش رو برمیدارم، بازاریابی و فروش قرار میدم. خب بهتره به صورت کلی اسم پیجا فارسی نباشه و انگلیسی نوشته بشه، چون بعضی وقتا تو هایپر لینک کردم به مشکل ممکنه بر بخوره. حالا بعضی وقتا البته نه همیشه. خب میخوایم الان در اینجا وقتی که این باکس رو کلیک میکنیم، ما رو به پیج بازاری و فروش ببره، در حقیقت پیج مربوط به خودش رو که گروه فرندی در اون قرار دادن رو نشون بده و همچنین شاخصایی که بعدن، یعنی داشبوردی که بعدن قرار اینجا نماد داده بشه، اینجا رو بتونیم ببینیم. به خاطر برای هایپر لینک کردن ما میتونیم کلیک راست کنیم و اینجا هایپر لینک رو انتخاب کنیم، یا اینکه تو قسمت اینزرت هایپر لینک رو بذاریم. تو قسمت آدرس ما میتونیم یه دونه آدرس اینترنتی رو واسش قرار بدیم، یا تو قسمت لوکال فایل میتونیم یه فایلی که داخل کامپیوترمون یا اینکه شبکه‌ای که وجود داره توی شرکتمون از اون انتخاب بکنیم و بیاریم. تو قسمت ساب آدرس من میتونم، اگر در حقیقت دو تا کارایی داره اینجا، من یا میتونم پیجی که درون این ویدیو خودم هستش رو اینجا براوز کنم و انتخاب بکنم، مثلا بازاریابی و فروش، بعد شیپی که در حقیقت تو اون پیج قرار داره من میتونم اون شیپ رو هایپر لینک کنم به اون شیپ بره و زوم کنه رو اون شیپ و از اونجا شروع بکنه و در حقیقت یوزر من از اونجا ببینه، که زوم رو من از اینجا میتونم کنترل کنم که میتونه پیج باشه یا دیفالت زوم باشه. دیفالت زوم یعنی اینکه در حقیقت به همون اندازه ای زوم کن که دفعه قبل وجود داشت. پیج که کل پیج من رو نشون میده، وایدم که عرض رو نشون میده. من پیجم رو دوست دارم ببینم، یعنی وقتی که یوزر من باکس بازاری و فروش رو کلیک میکنه کل پیج رو ببینه. خب در حال حاضر شیپ خاصی مد نظر نیست و کل پیج وجود داره، اما این ساب آدرس در حقیقت کارهای دیگه هم داره. وقتی که من اینجا بروز و لوکال فایل میکنم و اگر یک فایل ویزیو انتخاب شده باشه، اون وقت میتونم یک پیج از اون فایل ویزیو هم انتخاب بکنم، یعنی در حقیقت یه ویزیویی رو واسه من باز میکنه و اون پیج مد نظرمو که انتخاب کردم برای من میاره. اینجا اگه توجه کرده باشی زوم رو با عدد نشون داده، که منفی یک نشون دهنده کل پیج هست، منفی دو ویدیو نشون میده یعنی عرض، و حالا عددهای دیگه که من میتونستم اینجا همین عبارت رو تایپ کنم به جای اینکه زوم رو انتخاب بکنم. یه نکته دیگه هم که هستش، این چک باکسی که اینجا وجود داره ریلیتیو پد فور هایپر لینک، این بیشتر واسه در حقیقت فایل هایی که توی کامپیوتر یا لوکال فایل من وجود داره قرار داده میشه. اگه این تیک رو بردارم، آدرس اون هایپر لینک به صورت کامل در این ویدیو مد نظر میشه، اما اگر ریلیتیو رو انتخاب بکنم بر اساس جایی که ویدیو من قرار داره اون فایل رو پیدا میکنه. به خاطر همین در حقیقت این تیک رو تو اون مواقع برداریم در حقیقت استاتیک تره. دیسکریپشن هم که میتونم بنویسم برای رفتن به صفحه بازاریابی و فروش اینجا رو انتخاب کنید. خب میتونم دیسکریپشن هم واسهش بذارم. وقتی که اوکی میکنم، دکمه کنترل کیبوردمو در این حالت نگه میدارم و به باکس هم کلیک کنم، منو به پیج مد نظرم با اون زوم دلخواه میبره. البته ویزیو یه قابلیتی واسه دیدن داره که اگه من اینجا ببینم میتونم به صورت پرزنتیشن مود اون اجرا کنم و مثل یک در حقیقت به جای اینکه من ببرم توی پاورپوینت و پرزنتیشن ایجاد کنم، همین ویزیوی خود من پرزنتیشن باشه و اون وقت میتونم کلیک کنم و به پیج مد نظرم برم. این پرزنتیشن مود که با اسکیپ بیرون اومدم هم اینجا دیده میشه، هم تو قسمت ویو
میتونم پرزنتیشن مود رو انتخاب بکنم که توی این قسمت هست. خب وقتی که بیرون بیام، من الان هایپرلینک این پیجم رو انجام دادم. وقتی که کلیک بکنم میرم به این پیجم و حالا میخوام وقتی که این باکسم رو کلیک کردم یه ویزیوی دیگه باز بشه که من تو اون گروه فرایندیم رو خورد کردم و فرایندها رو کشیدم و بر اساس استاندارد بی پی ام ان در حقیقت اینو کشیدم. بنابراین من یه ویزیوی دیگه میخوام که بی پی ام ان باشه و تو حالا جلسات بعدی با بی پی ام ان بیشتر آشنا میشیم. خب بنابراین من میخوام وقتی که این باکس رو انتخاب میکنم یک فایل ویزیو دیگه باز بشه که مربوط به این گروه فرایندی هستش. من روی این کلیک راست میکنم، هایپرلینک رو میزنم، این دفعه براوز لوکال فایل، به طور مثال این ویزیو رو انتخاب کردم، اوپن میکنم. تو اینجا میتونم پیجی که مد نظرم هست رو انتخاب بکنم، مثلا سلز و مارکتینگ، حالا هر چیزی که هست. میتونم زومش هم اینجا انتخاب کنم، پیج کنم، اوکی میکنم. ریلیتیوش اگه وردارم توجه میکنید اینجا اسم اون فایل ویزیو اومده. وقتی که اینو برمیدارم آدرس کامل اون فایل اومده و دقیقا آدرس به صورت کامل وجود داره و استاتیک تر. وقتی که اوکی میکنم، کنترل نگه میدارم و کلیک میکنم، در حقیقت میپرسه که میخوای این لینکش آپدیت باشه، در حقیقت همین باشه. من حالا میگم آپدیت لینک کن، مشکلی نداره. خب وای میسیم، ویزیو اوپن میشه. این یه پیج در حقیقت ویزیو دوم است. من میبینم این که اشتباهه، اون شکلی که میخواستم در حقیقت نهایتاً برسم اون اومده. من اینو میبندم، میگم خب این هایپرلینک اشتباهه، ادیت هایپرلینک رو میکنم. تو اینجا دوباره براوز رو میزنم، لوکال فایل، من فایلی که مربوط به گروه فرایندی درک بازارها، مشتریان و توانایی هست رو انتخاب میکنم. اینجا خودش دیگه به صورت ثابت در نظر گرفته، برای من این لینک رو نمیتونم بردارم. خودش اومده ساب آدرس قبلی هستش. این من وقتی که براوز میکنم پیجایی که تو این در حقیقت فایل ویزیو هست رو من نشون میده. من چون بعدم میخوام این ویزیو رو بسازم و میدونم تو پیج یک کلیات مربوط به گروه فرندی قرار میدم و زیر مجموعه هاشو، پیج یک رو انتخاب کنم که میخوام به صورت پیج، به صورت زومش اندازه پیج باشه. اوکی میکنم. اینجا خودش دیسکریپشن هم آورده. شاید من دیسکریپشن رو نمیخوام، من میخوام بگم که برای مشاهده گروه فرایندی درک بازارها، مشتریان و توانایی ها اوکی. پس این هایپرلینک به بیرون هم دیدیم. حالا تو قسمت بعدی اینزرت در حقیقت نمودارها و داشبورد من هستش. من میخوام این داشبورد من اینجا ایجاد بشه. خب این داشبورد من از طریق یک اکسل ایجاد کردم، یعنی توی فایل اکسل من یه داشبورد تهیه کردم و حالا میخوام تو ویزیو پرزنتش کنم. برای اینکه یه فایل اکسل یا چارت رو من اینجا پرزنت کنم یا قرار بدم، میرم تو تب اینزرت. اینجا چارت داره. چارت رو اگه انتخاب بکنم خودش خودکار یه فایل اکسل واسه من درست میکنه که یه نمودار پیش‌فرض توشه و دو تا شیته. یه شیت دیتا هست که میتونم ادیت کنم و یه چارت که این چارت بر اساس اون ادیت میشه. خب من اینو لازم ندارم چون من نمودار مربوط به خودم دارم. بنابراین اینو دلیت میکنم. یه چنین چیزی رو نمیخوام. من میخوام حالا نمودار خودم اینجا که آبجکت هستش رو اینزرت کنم. میگه آبجکت تایپ چی باشه؟ میگه create new کنیم. یعنی اگه من میتونم اینجا بیام مثلا یه مایکروسافت اکسل ورکشیت رو create new کنم و مثلا همون چارت من یه دونه مایکروسافت فقط اکسل در اختیار من میگه. نه، من میگم از قبل اینو create کرده بودم، میخوام براوزش کنم. تو میزنم اکسل مد نظرم رو انتخاب میکنم، اوپن میکنم. بعد اینجا لینک تو فایل هم میذارم چون دیتا تو اینجا دارم، میخوام اینا با هم لینک باشن و وقتی که اون آپدیت بشه بتونم اینم آپدیت کنم. بنابراین اوکی رو میذارم. خب یه مقدار طول میکشه. نمودار من رو، داشبوردی که توی اکسل تهیه کردم، برای من اینزرت کردش. من اندازه اینو درست میکنم. خب
میذارم اینجا. حالا یه مقداری هم کوچیکش میکنم. خیلی الان داشبورد من آماده شدش. فقط یه نکته‌ای که وجود داره، من اگه دقیقاً اینو حالا سیو میکنیم، من اگه به طور مثال این فایل اکسل خودم باز کنم، خب من میام اینجا یه ادیتی میکنم، به طور مثال میام اینجا درصد اینو میکنم مثلا 3%. خب این تغییر کردش، چارت منم تغییر میکنه، کدوم بود که شد 3%؟ این شد 3%. بعد فایل اکسلمو میبندم. وقتی که فایل اکسلمو میخوام ببندم، این فایل ویزیو من هنوز تغییری نکرده. وقتی که فایل ویزیو من میبندم، بعد دوباره بازش میکنم، این ویزیو بودش، آپدیت لینک رو از من میخوادش که من آپدیت لینک میکنم. بعد که لینک در حقیقت آپدیت میشه، اون دیتا های منم باید اصولا آپدیت بشه. و وقتی که میام اینجا میبینم که بله اینم شده 3%. خب فقط یه نکته دیگه، وقتی که من آپدیت لینک کردم، متاسفانه یه مشکلی پیش اومدش و اون اینی که اندازه پیج منو میبینین، این اندازش دوباره تغییر کرده، در صورتی که من دفعه قبل درست کرده بودم اینو. حالا من الان دوباره درست میکنم، ولی دوست ندارم هر وقت که این ویزیو باز میشه و من آپدیت لینک میکنم بیام اینو درست کنم، میخوام این ثابت باشه. برای این کار خب من به طور مثال اندازش خوبه. خب برای این کار، کاری که باید بکنم این که تو قسمت فایل تب دیولوپر مود که تو تمام آفیس وجود داره، تو ورد، اکسل، همه جا وجود داره، باید ایجاد بکنم. قسمت options customize ribbon developer. خب اینو اول میارم. تو قسمت developer من اینجا یه قابلیتی دارم که در حقیقت توی protection من این انتخاب میکنم، protection رو میزنم. خب میگه چیا رو پروتکت کنم، ارزش و ارتفاعش و اسپکت ریدیوش و جاش و اینا رو من میخوام پروتکت بشه و هر وقت که آپدیت بشه دیگه این تغییر نکنه. حالا به طور مثال اگه من دوباره فایل اکسلمو باز کنم و یه تغییر اعمال کنم توش، به طور مثال بیام اینجا اینو بکنم مثلا 1%. خب بعد بیام تو همین پیج و سیف کنم و ببندمش. خب بعد بیام اینجا ویزیو من ببندم، سیو، آپدیت لینک رو میکنم. الان دیگه انتظار دارم که نمودار من تغییر نکنه و ثابت باشه و ثابت هم موندش. و این نکته هست، وقتی که اینزرت میکنیم و لینک میکنیم دیتا ها رو به هم، بهتر رعایت کنیم و تا نمودارمون بعدن هر دفعه نخواهیم بیایم هر کدوم که تغییر کرده رو دستی عوض کنیم. خب یه نکته دیگه که وجود داره، من میخوام بگم که این در حقیقت شاخص‌های استراتژیک من هستش و هر وقت که میام روی این شکل اینو به من پیام بده به صورت پاپ آپ. واسه این کار دوباره میرم تو قسمت اینزرت، اسکرین تیپ وجود داره. واسه این کار میتونم اینو وقتی که مینویسم شاخص‌های استراتژیک برای طبقه فرآیندی بازار یابی و فروش اوکی میکنم. خب انا هر وقت که میام اینجا به من نشون میده شاخص های استراتژیک برای طبقه‌بندی فرآیندهای بازار یابی و فروش. و خب اینطوری راحت تر هست وقتی که یه شخصی میاد میبینه، شاید متوجه نشه، این میتونه کمکش کنه. خب امیدوارم که درس امروز کاربردی بوده واسهتون و ازش بتونین استفاده کنین. ما تو تب اینزرت خب همه موارد رو فکر میکنم دیدیم و کانکتور که همون کانکتور کال آوت هم در حقیقت شکلهایی هست پیش فرض که روی یه شکل قرار میگیره و حالت کامنت مانند داره، ولی خب همیشه نشون میده. و یه کد هستش که در حقیقت واسه کسایی که اوتوکد کار میکنن میتونن در حقیقت یه فایل اوتوکد رو اوپن کنن از طریق اون. خب تو قسمت ویو هم من فکر میکنم اکثر موارد رو با هم دیدیم. پرزنتیشن مود، رولرها رو بتونیم ببریم، گرید رو در حقیقت بیاریم یا ببریم گرید همون
برخی حالا اینجا دیده نمیشه، گریدا همون مربعه های چارخونه ها هستن که وجود داره. اینجا ببینم دیده میشه، چون اینجا بکگراند ما رنگ دادیم نمیتونیم ببینیم. خب گایدا هستش، همونطور که من یه دونه شکل اینزرت میکنم و من رو ویزیو راهنما میکنه که کجا بذارم این علامت های سبز رنگ رو، میتونم ببرم یا بیارم. پیج بریک هام بود که قبلا دیده بودیم، تسک پن رو که میتونستم شیپ هامون رو در حقیقت ببینم، این شیپ های کناری مسترام و شیپ دیتا رو که بعدا در موردشون صحبت خواهیم کرد، و پن زوم و سایز و پوزیشن که قبلا دیده بودیم. یه دونه هم دایرکشن هست که لفت رایت، و اصلا شاید به این عادت داشته باشن از این ور بیارن، در صورتی که خب همون راحت تره. بعد قسمت زوم هستش و داینامیک گرید ها هست که وقتی که مثلا باز من یه اینم جزء همون گاید ها هست که من داینامیکی مثلا میتونم اینو حالا توی بی پی ام ام بهتر میبینیم، وقتی که یه دونه شکل دیگه بخوام ایجاد کنم بهتر. اوتو کانکته که حالا اینم توی نمودارهای فرندی بهتر داده میشه، واسه اینکه این ویژوال آید ها رو، هدایتگر ها رو ما بهتر بتونیم کنترل کنیم. کنه حالا این ستاره اینجا گذاشته ولی کاملش اینجا هست، به صورت ادوانس و در حقیقت تمام موارد هدایتگرها رو اینجا واسه ما آورده که میتونیم هر کدوم از اینا رو به راحتی کنترل کنیم. قسمت بعدی در حقیقت طریقه دیدن یه دونه فایل ویزیو یا چند تا فایل ویزیو. من این فایل ویزیو رو دارم، میخوام این دو تا پیج رو با هم بتونم ببینم. برای این کار یه نیو ویندو میکنم. الان من دو تا ویندو از این دارم. اینجا دو تا ویندو از این دارم، اینا رو من ببندم. خب برای این کار حالا من میخوام این پیج رو و این پیج رو کنار هم ببینم، ارنجش میکنم میتونم ببینم. فقط این زومش یکم نامناسبه که مثلا میام اینجا فیت تو ویندو میکنم، اینا رو همینطور اینا رو کوچیک‌تر میکنم که در حقیقت توانایی بیشتر واسه دیدن داشته باشم. حالا میتونم تو قسمت بازار یا فروش، این تو کاتگوری، به طور مثال این قسمت رو با هم دیگه کار کنم و دوتا رو با هم داشته باشم. و خب موارد دیگه هست که بعدا با هم انشالله بحث خواهیم کرد. متشکرم از توجهتون.